سلام دوستان، من مهرداد هستم. اینجا آشپزخونه مهرداد پزه. امروز میخواییم با همدیگه یه دونه پودر سوخاری درجه یک یادتون بدم درست بکنید. ببینید پودر سوخاری با آرد سوخاری خیلی فرق میکنه. فکر نکنید الان ما قراره یه نونی رو بذاریم خوش بشه بکوبیم بگیم آقا خب اینم پودر سوخاری. اون میشه آرد سوخاری که واسه کتلت ها و یه سری از چیزا اینا درست میکنن. ولی اگه قرار باشه یه پودر سوخاری درست کنی و باهاش مثلا مرغای کنتاکی و این مدلی چیزا رو درست بکنی، داستانش خورده فرق میکنه. این پودر سوخاری شاید خیلیاتون بشناسید، برند پانکو یکی از معروف‌ترین پودر سوخاری‌های موجود در جهان. یه چیزی تو مایه‌های پانکو رو یاد بدم درست بکنید. خب ببینید این پودر پانکو نارنجیه، مدل سفیدش هم هست مدل نارنجیش هم هست. حالا من نارنجیش رو داشتم، من میخوام امروز براتون سفیدش رو درست کنم. فقط رنگش فرق میکنه، نوع چیزش فرق نمیکنه، تعلاز تعمی فرقی با هم میکنه. ببینید یه رنده درشت میخواید، خب به همین سادگی یه سری نونه باگت نرم ناکن، نونامون نرمه. فقط مواظب باش دستتو رنده نزنه چون این کار یه خورده خطرناکه. خیلی با حوصله نونا رو نگاه کنید، اینجوری از بالا میارید پایین رنده میکنید. ناکن اینجوری اینجوری نزن رندشو، خب ناکن این مدلی رنده کنید. نگاه کنید بافتشو، یه همچین بافتی ما میخواییم، میبینید؟ پس مدل رنده کردنش خیلی مهمه. از بالا میریم پایین، دستمونو ور میداریم دوباره از بالا پایین. فقط گفتم مراقب دستت باش. خب در نهایت حالا یه چند تا تیکه های درشت اینجوری داره، اینا رو با دست ورشون میداریم. دوستانی که تو ویدئوی مرغ سوخاری چند مدل درست کرده بودم با پانکو بود، خیلی ها میگفتن آقا ما پانکو تو شهرمون مثلا گیر نمیاد، شهرهای کوچیکتر هستن متاسفانه گیر نمیاد. این پودر سوخاری از پانکو هم مطمئن باشید بهتره. چرا؟ چون تازه تره. پانکو خیلی میاد تو بازار میمونه، خیلی تو انبارا میمونه، معمولا خیلی کهنه تره، ولی این یه چیز تازه ایه که خودت درست کردی. خب حالا اینو یه تابه گذاشتیم یه خورده داغ شده، ناکن اینو میریزمش این تو. داخل فرم میتونید بذارید، متا من میگم اینجوری درستش میکنم که همه بتونن استفاده کنن. اینو همینجوری یواش یواش میذارید تابه داغ بشه، هی به همش میزنید تا اون حالت همه پختگی پودر سوخاری رو به خودش بگیره و طعمش خوب بشه. از اون حالت خمیر نون باگتی طعمش در میاد، منتها حوصله میخواد، زیرشو زیاد نکنید بسوزه. کار میخواییم رطوبت اون خمیر رو از بین ببریم و اینو خشکش کنیم، انگار داریم بوش میدیم. میبینید رنگش یواش یواش دیگه تیره تر شده. حالا هر چقدر بخواید این رنگ تیره تر باشه میتونید بیشتر اینو تفتش بدید. منتها نگاه کنید الان یه ترکیبی از سفید و قهوه‌ای داره دیگه، اینجا بستشه. یه خوردش هم بذارید واسه اون زمانی که داره سرخ میشه روی موادتونه، بریزید اینجا بذارید خنک بشه. روی یه سینی بریزید بهتره. الان این ظرفی که من ریختم این ظرف گوده، ناکنید خنک که بشه اوکیه. این اون پودر سوخاری ماه، این هم که پانکوه. این بهتون میگم بهتره به ضمانت من. فکر کنم زدم به میکروفون یه صدای اومد. این مطمئن باشید که بهتره به ضمانت من. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی، حتما درستش بکن تا منو داری قصه هیچی رو نخور. یادت باشه که جات اینجاست، یه لایک این پایینه حتما اونو برام بزن، کامنت فراموش نشه. مخلص.